کسی نیست، شاگردم. دیشب بهش گفته بودم کامیونی بیاره سر کوچه. پس ایشالله الان دیگه حرکت میکنی؟ با اجازه خالجان عزیزم. بی تو بقلم قربانم. سپردمت به خدا. ببینم ننه قرآن همراه تر خیال تخت باشه، جاش هم نه رو قلبه. برو به امون خدا، برو که خدا نگردارت باشه. شو ببینیم بابا بها حجه بولن شو لنگ زور مرد حسابی. علیکم السلام. ما راهی هستیم داداش، کارماری نداری؟ نه فقط مواظب خودت باش، مخصوصا سر گردنه، یه خورده یواش نگو. نصیحت راستی خدا چی؟ کاری نداره اینجا برات انجام بدم؟ نه یار داری اونو که خودم وارده. بیجلا بیجلا دست اکبری گوه سلحی سردم. ما دیگه رفتیم قربونه دارم. به سلامت یا امید خدا. دست علی امراد. سلام. سلام. این وقت صبح اینجا چی کار میکنی دختر؟ اومده بودم نون بخرم، گفتم یه تو که پام بیام پیش تو. راستش دلم نیمد موقع حرکت نبینمت. زنده باشی، بیا تو دم در بده، بیا تو. اکبر وایسه اومدم. خب من دارم میرم قصر شیرین، چی میخوای واسه بیارم؟ من فقط سلامتی تو رو میخوام. ما رو باش که داریم از تو میپرسیم. خب هرچی به سلیقه خودم خوب بود واسه میخرم دیگه. راسیفاتی جون با داداش تو ننتم صحبت کن، ایشالله از سفر که برگشتم بساط عقد رو میدازیم، چطوره باشه؟ چشم، بهشون میگم. خوش بیاریم سال خوشی رو پشت سر بذاریم، خوش بمونیم همیشه.
خوشی یاریم سال خوشی رو پشت سر بذاریم. زنده باشی معتم خانم، واقعا که شیرین کاشتی. حالا کس دیگه هم رفت بلد و یه تحت دایی داره بیرو در واسی بلند شه. مجلس فامیلیه، غریبه تو ما نیست. راست میگه، مجلس یه غریبه داره، اونم منم. تو که صاحب خونه مشتی، ببینم چی کار داری میکنی. والا میخوام یه چیزی بزنم رو داشته که بچه، آخه من چون وارد نمودم دست خالی اومدم. تو خونه ما که از این کارا نمیشه کرد، تازه اگه من رضایت بدم بابای بچه نمیذاره. چرا؟ میذاره. ما شاکر شما ایم آجت خواهم، ما سلامتی شما رو بکنم. خب حالا اجازه میدیم ما مرخص شیم قاسم آقا. اختیار داری، مگه شام نخوردم میذارم بری. بیشین دنبال شهر نگر. لابد برای شام کلی هم تهیه دیدی. چطور مگه؟ ببینم اگه خرج امشب رو میدادی یه چیزی واسه بچه میخریدی بهتر نبود. نه بابا، قلوم انقدرام وضعش ناک نیست، جاشون تنگ بود، گفتم جشن ختنه سرونو بندازو تو خونه ما. گربه مز رضای خدا موش نمیگیره، بگو ببینم کلک چیه. راستش یه چند هفته یه که دارم رون دختری که الان داشت میرفتید کار میکنم، همسره دیوار به دیواری ما، میخوام پاش واسه تو خونه ما با تو که زن بگیری نیستی کلک. بین خودمون باشه، حالا شم همچی خیالی ندارم، میخوام یه روز تو خونه تنها گیرش بیارم و اخششه برسم. پس تو تازه از شهر اون دختر قبلی راحت شدی، دوباره میخوای باز خودت گرفتاری درست بکنی؟ بچه ای مگه 100,000 تومان از باباش طلب کنم جیک بزنه میندازنش حد. مادر مرسی، از حجت خونه پرس چرا آقا مهدی نیومدی؟ حجت خان؟ پس چرا آقا مهدی نیومد؟ ما را قابل ندونسه؟ والا آقا مهدی هنو بر نگشته، این سرویس 3-4 رو دیر کرده، اما طور نیست، پیداش میشه. این کیه؟ هم دوست داداشمه، هم رفیق نامزدم. چطور مگه؟ آخه فاتی جون، وقتی داشتم میرخصیدم بچوری بهم نگاه میکرد. ای بچیز، مثل اینکه چشمت گرفتنش. نه نه بابا، همین جوری گفتم. خب مال من آقا مهدی هم همین جوری شروع شد، مال همه این جوری شروع میشه. بفرمین خانم، قابلی نداره. ایبا بفرمین، چرا تعارف میکنین؟ شغلش چیه؟ کجا کار میکنه؟ تو گاراژه. کدوم گاراژ؟ گاراژ سعادت. من کیم؟ کسی که هم منو میشناسه. آه شناختمه، تو همونی که اون شب خونه قاسم میرقصیدی. خیلی کمه. چه خوشگلم میرقصیدی. خب من میخوام ببینمه. کجا؟ بولوار آقا شجاع نزدیک گاراژ قاسم آقا. فردا ساعت 3 بعد از ظهر منتظرتم. رقصتم بیار. باش.
سلام، میدونم شب جمعه است، منتظر حجتی، اما ممکنه اون دیگه نیاد اینجا. داری شوخی میکنی؟ با تو هستم قاسم آقا. نه جون، تو جدی میگم؟ بعد از چند سال که خربار خربار محبت به پاش ریختی، بی معرفت رفته خاطرخواهی دختر همسایه ما شده. ببینم حجت یادت داده که بیای اینجا سر به سر من بذاری؟ و کجای کاری دختر؟ کسی که نمیدونه حجت خاطرخواه شده، خواجه حافظ شیرازیه که اونم تو شیرازه. حتی دیروز که با هم میرفتن ددر، خودم با این دوتا چشمای خودم دیدمشون. که این تو؟ بله، اما ناراحت نباش، من 100,000 تومن از بابای دختره طلب کارم. حجت بخواد برای خواستگاری پاشه بذاره تو خونه دختره، بابا رو میندازم حبس و برنامه‌شون رو به هم میریزم. خلاصه تا منه داری غم نداشته باش، اگه شارگم بره نمیذارم این کار سر بگیره، چون دلم نمیخواد حجت از تو سوا بشه. ممکنه حجت باشه، تو رو اینجا نبینه بهتره، برو اون تو. البته من هوای کار دارم، اما تو هم سعی کن یه جوری فکر دختره رو از سرش بیرون کنی. بیا این گلم بهش بده، برو میرم. خیلی خوب، تو برو. سلام. سلام، قربون تو برم، یه خورده دیر کردی، دل واپس شدم. ای دیگه، چرا اینجا واسدی؟ مگه نمیای شام بخوری؟ نه، میخوام برم. راستش اومدم یه چیزی بهت بگم، اما نمیدونم چه جوری شروع کنم. دلم میخواد حدس بزنم که چی میخوای بگی، اما قدرتشو ندارم. یادت روز اول آشناییمون یک قراری با هم گذاشتیم؟ آره یادمه، گفتی فعلا عزب اغلی و یارگوز هستی و اگه روزی روزگاری خواستی زن بگیری، من حق اعتراض ندارم، منم قبول کردم. خب حالا منظور اومدی مژده عروسی کردن تو بهم بدی؟ آره، اما اینم بگم که دلم نمیخواست به این زودی از تو سواشم، ولی خب پیش اومد. باور کن الان یه هفته آزگار بود داشتم فکر میکردم که این موضوع رو چجوری با درمیون بذارم، تا اینکه امشب دلو زدم به دریا و اومدم همه چیز وسط بگم. چرا تو روی من نگاه نمی کنی حجت؟ من که انتظار نداشتم تو با من عروسی کنی، چون من یه زن بارم، باید آرزوی عروسی کردن و بچه دار شدن رو به گور ببرم. خب حالا این کار خیر کی صورت میگیره؟ راستش چون پای یه مرد دیگه در میونه، باز عجله کنم، من حتی نمیتونم منتظر برگشتن مهدی باشم. ممکنه هفته دیگه برم خواستگاری دختره رو عقدش کنم، جشن عروسی بمونه وقتی آقا مهدی اومد. سلام. سلام خاله جون، معصومه خانم ایشونه. به به به، هزار ماشاءالله، چه عروس خوشمیلی. بفرمایید. 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 یا الله. سلام علیکم. سلام علیکم. سلام. خوش اومدین. چی شده خانم؟ چرا همتون ناراحتین؟ چیزی نیست حجت خان، بفرمایید بالا. نه خانم، بهتر ما مرخص شیم. آخه با این ناراحتی که شما دارین بیاییم بالا چیکار؟ حجت جون، موافقی برگردیم بریم یه روز دیگه بیاییم مادر؟ انگار شما یه چیزی رو از ما مخفی میکنین. نه حجت خان، چیزی رو مخفی نمیکنم. فقط میخواستم ازتون خواهش کنم اگه امکان داره خواستگاری رو یه چند وقت عقب بندازید، چون الان بابای معصومه نیستش، منم که بدون اون نمیتونم درباره خواستگاری دخترم با شما حرف بزنم. ببینم فاتی، داشت تو میگفت 100,000 تومن از شوهر خانم طلبکاره، نکنه دست گل به آب داده باشه؟ حرف بزن فاتی، قاسم برای وصول پولش اقدام کرده. به خدا من خیلی ازش خواهش کردم که این کارو نکنه، حتی به پاش افتادم گریه کردم، اما بالاخره کار خودشو کرد.
خلاصه اینو بدونی که کار برادرم به من ربطی نداره. خیلی خب خانم، شما ناراحت نباشین، من میرم با قاسم صحبت میکنم. آخه سلامتی قاسم رفیق ما، چند ساله داریم با هم نون نمک میخوریم. اگه یه خواهشی ازش بکنیم قاعدتا نباید شما رو زمین بندازه. خلاصه اگه تونستم وادارش کنم رضایت بده چه بهتر، وگرنه خودم این 100,000 تومان فراهم میکنم میدم به معصوم خانم که بره به دست قاسم آقا، یا اینکه خودم میذارم صندوق دادگستری و میز اسمال خانو از حبس درش میارم که خیالتون راحت باشه. خدا عمرتون. خب فعلا خدافظ شما. خاله خانم شما برو خونه. خیلی خوب میرم. مواظب باش با قاسم دعوا نکنی. این یارو فروشگاهی حسابش زیاد شده. تا پول نداده نذاری بره. همون شیانی رو میگی؟ آره. باشه. بعد جمال شادوماد عشقم. کلک، حالا دیگه ما غریبه شدیم. خواستگاری هم میری به ما نمیگی مشتی؟ پسر خوب، تو که رفتی بابای دختره رو انداختش حبس. خب انداختم که انداختم، تو رو تننه بر رو رو برم. آخه پسر تو که شنفته بودی من دارم میرم خواستگاری، چرا تو رفاقت این کار کردی؟ چرا پیر مرد بیچاره رو انداختی زندون نالوتی؟ خب لوتی، تو چه میدونستی من دارم روی این دختره کار میکنم؟ چرا باش رو هم ریختی؟ چرا رفتی خواستگاری؟ من تو جشن خرد سرون پسر قلوم جریانه بهت نگفته بودم. بگو ببینم، مای تو میخواستی دختره رو بگیریش عقدش بکنی؟ چه فرقی میکنه؟ بالاخره تو رو دست ما بلند شده یا نه؟ آره درسته، من رو دست تو بلند شدم، ولی حالا اگه من بکشم کنار تو دختره رو عقدش میکنی؟ تو بخ کردن من چی کار داری؟ شاید من دلم بخواد عقد نکرده ازش استفاده بکنم. به کسی ارتباطی داره؟ جدیدی ذاتت خرابه. آخه چرا میخوای دختر مردم رو بیچاره کنی؟ نفهمیدم، مگه صیغه برادرخواری با دختر خوندی که انقدر روش تعصب داری؟ ببین قاسم، من این 100,000 تومن فراهم میکنم و پدر دختره رو از حبس درش میارم، ولی قاسم از امروز به بعد دیگه نه من نه تو. باره بابا صندل خوشه. بس که نوبرش آورده. اینم خیال میکنه 100,000 تومن پول زیر سر باباشه که ورداره بیاره. والا پول که مال ما نیست، من یه بنگاجارم، اگه ملکی وثیقه‌ای داری بیار من یه کاری واسط میکنم، وگه نه با چه کسوفته های شما کسی به آدم 100,000 تومن پول نمیده. باش، اگه تونستم وثیقه فراهم کنم میام پیشت. خداحافظ. به سلامت، منتظرتم. خانم عرض داشتم. با شمام خانم عرض داشتم. بابامو که انداختی زندون، عروسیمم که به هم زدی، دیگه چی میخوای از جونم؟ تو حالا خیلی مونده همه چیز بدونی. من هر کاری کردم به نفع تو کردم. آره میدونم. میدونی چیه؟ بابا دلش میخواد هر یه نونخور از صفرش کم بشه. اینه که فکر هیچ چیزو نمیکنه. وگرنه خیلی زود میتونست بفهمی که حجت لقمه تو نیست. نه خیر، حجت هیچ عیبی نداره. چرا لقمه من نیست؟ واسه اینکه خیلی وقت با یه زن قاطیه، یه زن که اسمش عاطفه است، شبام تو بار کار میکنه. من مخصوصا بابا تو انداختم زندون که این عروسی سر نگیره. من که یک کلمه از حرفای تو رو باور نمیکنم. همه دون دوره، چرتش نزدیک، میتونه برای خود زنه بپرسی. نشونی خونشم خیلی سر راسته، خیابون سمنان پلاک 64. نه احتیاجی نیست برم از زنه بپرسم، من از حجت مطمئنم. میفهمی؟ باشه جونم، هر جور میل خودته. خیلی خوب، اما گفتم بود، ولی اگه عروسی تو عجب سر بگیره اون زن زندگیتونو بیریخ میکنه. یاد باشه اینه که بهت گفتم ها. Thank you.
معذرت میخوام عاطفه خانم، شما این؟ بله خودمم، فرمایشی بود. اجازه میدین بیام تو؟ خواهش میکنم، خونه خودتونه، بفرمایین. چرا اینجا واسدین؟ بفرمایین تو. خب با من چیکار دارین؟ شما جوونی به نام حجت میشناسین؟ آره میشناسمش. شما حتما نامزدشی. بله، اما یه خبری شنیدم که اگه صحت داشته باشه ممکنه باعث بشه نامزدی ما به هم بخوره. خب اون خبر چیه؟ راستش شنیدم حجت شما رو دوست داره، حتی یه مدتی هم با هم بودین. بله درسته، اما این من بودم که حجت رو دوست داشتم. اون همچین علاقهی به من نداشته که نتونه فراموشم کنه. به هر حال یه عشقی بین شما و حجت بوده و حالا کاری درستی نیست که من بیام زندگی شما رو به هم بزنم. گرچه من نباید خودم رو بشکنم و همه چیز زندگیمو برای این و اون بازگو کنم، اما چون موضوع عروسی شما مطرحه این کارو میکنم. حالا چرا و علتش چیه مربوط به خودمه. نمیخوام با گفتنش سرتونو درد بیارم. میدونی عزیز جون، من یه زن بدکارم. شاید 100 تا همسر حجت تو زندگی من بودن، بنابراین جدا شدن حجت از من هیچ چیز عوض نمی کنه. برو با خیال راحت باهاش عروسی کن. من برای شما ها آرزوی خوشبختی می کنم. امیدوارم که به پای هم پیر شیم. معذرت می خوام، بشین الان میام. بشین اونجا. سلام. سلام، کاری داشتی؟ نامزد حجت اینجا؟ نه، چطور مگه؟ برو کلک، خودم فرستادمش سراغه. باید اینو حدس میزدم، حالا چی کارش داری؟ ببین، تو اگه نیم ساعت بری بیرون و ما رو تنها بذاری یه نامزدی واسه حجت میسازم که دیگه تو ابد تو روش نگاه نکن. ببینم، من یادت میاد؟ بازم که شروع کردی؟ بابا این کار به نفع توه. دختر اگه بی سیرت بشه حجت دوباره میاد پیش تو. من واسه همین برنامه باباشو انداختم زندون. البته حجت داره این در اون در میزنه 100,000 تومان منو فرام کنم بابا رو از حبس در بیاره، اما بی خیالش 30 سال دیگه نمیتونه همچین پولی رو جور کنه. برو برو، وقت تلف نکن، برو دیگه. ببین اگرم نمیخوای بری بیرون طوری نیست، فقط اجازهش بده تو یه چشم حضرن کارش تموم کنه. کردن نداره، تو یه لحظه من با دختره تنها بذار، باقیش بخورم. واسه من گرفتاری نداشته باشه. نه ترس، اگه خواست شکایت بکنه باباش از حرف در میارم و میگم این با اون در. خیلی خوب، پس واسه لباسم عوض کنم برم. قربون تو دختر خوب، بجان نازشه برم.
شما بلنشی فرار کن. چی شدی؟ بهت که گفتم من یه زن بدکارم، الان بهم خبر دادن که پلیس خونه رو محاصره کردی، دارن میان. یاد نه اگر تو رو اینجا ببینن دستگیرت میکنن، پس بهتره فرار کنی. از کجا برم؟ از پنجره. اینجا محتلش نکن. چه جوری؟ از کجا؟ برو رو پشت بوم، از اونجا فرار کن، را پله داره. برو دختر جون. لفتش میدی؟ یه دره واکن دیگه. کوش کجاست؟ متاسفم قاسم، اون رفت. فراریش داری بی همه چی؟ اگه تو به خیال خود با این کار خواستی دختره نجات بدی، کون خوندی؟ اون آخرش هم مال منه. اوناش دیگه به حجت مربوطه. عموجو سلام. به به، سلام برادرزاده عزیزم، چه عجب یادی از ما کردی. والا یه گرفتاری برام پیش اومده، 100,000 تومان پول لازم دارم. تو که رفتی دادسرا دست ما عارض شدی، گفتی عمو مرس پدرمو بالا کشیده. باعث این کار خودت شدی عمو جون. اگه بعد فوت آقام موافقت میکردی که باغ انگور و آسیاب و کارمونسراش نصف به نصف بین من و شما تقسیم بشه، کار به دادسرا نمیکشید. خب حالا که این وضع پیش اومده، سه ما دندون رو جگر بذار، شاید دادسرا به نفع تو رأی داد. اون وقت پولدار میشی، میتونی گرفتاری تو رفع کنی. برو بابا جون، برو. برو عزیزم، برو جانم، برو، نگام نکن. لا اله الا الله. سلام آجاد خان. علیکم، چه خبر؟ کسی تلفن نکرد ما رو بخواد؟ نه، فقط یه خانم اومده با شما کار داره اونجاست. خیلی خوب، به کار برس. چی شدی آجاد خان؟ علی میارم. سلام. سلام، قربون تو برم. کاری داشتی؟ شنیدم قاسم نامردی کرده و بابای دختره رو انداخته زندون. من یه خورده پول داشتم، یه خوردم قرض قوله کردم، اومدم کارتو را بندازم، چون میدونم تا بابای دختره از زندون نیاد بیرون کار عروسی سر نمیگیره. متشکرم، من خودم دارم این ور اون ور میزنم فراهم کنم. همینقدر که به فکر من بودی و زحمت کشیدی تا اینجا اومدی، ازت ممنونم. بعدت نیاد حجت جون، تو یه کارگر ساده اینجا هستی، کی میاد 100,000 تومان پول بهت قرض بده؟ آره اینه، خودم میدونم. با این حال نمیتونم پول تو رو قبول کنم. حق تو حجت جون، پول زنایی امثال من حتی ارزش اونو نداره که آدم باهاش یه زندونی رو آزاد کنه. اینو باید خودم میفهمیدم. ناراحت شدی حرف من؟ نه نه، ناراحت واسه چی؟ خدا به سلامت اتفید. خوش اومد. سلام آجت کنم. سلام، این چه اومدی؟ همین الان از راه رسیدم. پس آقا یکی کوش رفت خونه نوزرش، گفت شب هم دیگر رو میبینیم. بفرمایی خانم، این چادری و روسری هم مال شما، قابل شما رو نداره. ابا اختیار دارین، از سر ما هم زیاده، چرا خجالت شما خجالت میدین ما رو؟ با اینقدر تعارف نکنین، دیگه ما رو از خودتون بدونین. اینا مال قاسم آقا. قربون دست شما. خب حالا دیگه نوبت توست. بیا دروغ نگم مادر، آقا میتی بازار قصر شما دست مار کرده آورده. اصلا همش بگیر و خیال ما رو راحت. خودتون واسه من از هر سوغاتی بیشتر. چاکرم. آقا میتی، وقتی شما نبودین فاتی هر روز میرفت خونتون سراغتو میگرفت. ننه انگار مهمون داری. آره مادر، بیا تو. آقا میتی بعد از چند روز از مسافرت برگشته، از جمالش و گلبارون. سلام علیکم. و علیکم جمالت همه جوره. قربانم، شکرتیم آقای. شاکرتم. خب ببینم چه اومدی؟ همین نیم ساعت پیش، به جون خودت هنوز خونه نرفته، اول اومدم خدمت خانم والده. خیلی خوش اومدی. ببینم پس هنوز حجت نایی؟ نه چطور مکه؟ نیچی نه نه ترس با بادم جونه به هم آفت نداره. خب ننه هم یه خورده با آقا میتی جب بزنم. تو هم بزن به چاک. بریم. بفرم بشین. خب از حجت میگفتی؟ راستش ما یه مدتی بود داشتیم رو دختر همسایه کار میکردیم. من از تو مره میگم، دوست فاتی، اما همچی که دختره رو قاپید، اونم چه قاپیدنی در کمال خونسردی.
من 100,000 تومن بابای دختر طلبکار بودم. تا شنفتم حجت میخواد بره خواستگاریش، بابا رو انداختم حبس و خلاصه برنامه‌شو به هم زدم. حالا همچین کار خوبی هم نکردی که داری واسه ما تحریک میکنی، بیمزه. به اشتباه میکنی. این حجت خان دوست جونجونمون بود که خیت کاش. اون که میدونست من دارم رو این دختر کار میکنم، نباس قرش میزد، نباس میرفت خواستگاریش. این چیزا رو تو رفاقت بهش میگن نامردی. والا من تازه از راه رسیدم و نمیدونم چی بگم. باز برم پای درد دل حجت هم بشینم ببینم اون چی میگه، بعد کلامو قاضی کنم. من میتونم بهت بگم حرف حجت چیه. اون یه مش دروغ و دنبل تحویلت میده که ما رو پیش تو خراب بکنه. اما اصلا رک و راست بهت بگم، اگه بخوای هوای حجت داشته باشی و هر چرندی که اون تحویلت میده همچی دربست قبول بکنی، دیگه نه من نه تو، این خط این هم نشون. متوجه شدی؟ یعنی چی؟ واضح تر حرف بزن. میدونم ایتی حجت داره این در اون در میزنه که 100,000 تومن طلب منو جور بکنه، بابای دختره رو از حبس درش بیاره. اما خودت میدونی که هیچ کس حاضر نمیشه 100,000 تومن با حجت قرض بده. پس مجبوره بیاد سراغ تو، چون همه امیدش تویی. اما اصلا رو راست بهت بگم، اگه بخوای این پول بهش بدی، باز دور آبجی ما رو خیت بکشی. متوجه شدی؟ داری گروکشی میکنی؟ چی داری میگه؟ اصلا بحث گروکشی نیست. من باید بفهمم تو طرفدار شیرت یا روباهه. خلاصه ما گفتنیا رو گفتیم که فردا جای گره نباشه. اگه خواهر ما رو دوست داری و میخوای عقدش کنی، باید دور حجت رو همجی قلفتی خیت بکشی. این آخرین حرف منه. خاله آشت خاله خاله سامانه خاله. سلام بلبل تو، برم جمال تو بلبل، برم. الان 3 هفته است ندیدمت. این سفر دیر کردی، خیلی دل واپس شدم، اما خدا رو شکر هرچی بود سالم برگشتی. خب مادر جون کی اومدی؟ والا خاله درست نیم ساعت پیش از راه رسیدم. راستش یه چیزایی برات آورده بودم، اما رفتم خونه فاتی که ببینمش. هرچی بود همونجا توقسش کردم، دیگه چیز واسه تو نمون. خوب کاری کردی خاله جون، اونا واجب تر بودن. خب تازه چه خبر؟ چی بگم واسه مادر که حجت خانت عاشق شده. اونم چه عاشقی که نه خواب داره نه خوراک. یه روزم منو برداشت برد خواستگاری، اما قاسم بابای دختره رو انداخته بود زندون، ما هم دست خالی برگشتیم. آره خبرشو شنفتم. در زمین سه هفته رو که نبودی مادر، فاتی جونت قربونش برم هر روز خدا اینجا بود. البته میومد که ظاهرا تو کار خونه به من کمک کنه، اما من بهانه بودم، باز خاطر تو میومد. بابا تو که کشتی این دختره رو. خب بگو ببینم کی باید بریم خواستگاری. باشه چش، تو فکرش هستم، خبرشو بهت میدم. بیشین خاله، بیشین به کارت برس. بیشین بابا. قد و بالات برم مادر. پس بگیرین خیلی ممنون میشم، چون من تو جشن عروسیتون هستم، دلم نمیخواد اونم اونچه باشه. آقا میتی فلا من رو نمیشه این کارو بکنم، آخه فاتی دوست منه. خیلی خوب، خودم یه کاریش میکنم. برو جناب دستان. بفرمی شاد اوما، بفرمی عروس خوشگله. عروس تو ما کجا؟ تو همین سالن خانم، بفرم. پس پای اجازه. خواهش میکنم. عاطفه خانم سلام. سلام عاطفه خانم، شما اینجا این؟ این یارو رو کی دعوت کرده؟ من بهش کارت دادم، البته گرفتارم بود، اما ازش خواهش کردم بیاد. ببینم یعنی ما حق نداریم یه مهمون دعوت کنیم با؟ خیلی خوب بابا، ما که چیزی نگفتیم، چرا داد میزنیم اشتوفه؟ خوشحال شدم با اجازه. خواهش میکنم. ایداد به به، چه صفایی، چه تراوتی. بچه ها تبریک عرض میکنم، امیدوارم به پای هم پیر شیم، قابلی نداره. قربون شما. شما خودت گلی عاطفه خانم، احتیاجی نبود گل با خودت بیاری. متشکرم، من مدتی بود که انتظار یه همچین شبی رو میکشیدم و حالا خوشحالم که خودم رو در بین شما میبینم. شاید باور نکنید
اما این آرزوی من بود که یه روزی شما دوتا با هم عروسی کنین و از منم دعوتی بشه که تو جشن عروسیتون برخصم. برخصی؟ بق پچه رو معطری عشق من، معطری چی هستی خوشگل من، چی گره من. خب شروع کن، به افتخارشون دست بزنی. یا باز پیدا شد. چی شده من؟ فاتی کجا؟ فاتی رفته نون بخره. به من دروغ نگو ننه، امشب عروسی حجت، فاتی هم رفته میکی جونشو ببینه. خدا شاهده ننه، من بهش گفتم نره، اما به خاطر معصومه رفت. آخه عروسی دوستش بود، باید میرفت. حالا طوری نشده قربونه، شکل زود بر میگرده. ببینم ننه، خونه ای که حجت تازه اجاره کرده کجاست؟
من چه میدونم؟ مثل که من داروغه محلم که از همه چی خبر داشته باشم. خیلی خوب نمیگی؟ نه اگو خودم پیداش میکنم. اما میدونم چی کار کنی؟ تو باش درجه تک خونم میخور. بگو ببینم میخوای چی کار کنی؟ قاسم جون وای خدا یا جده سادت خودت کمک کن. آخه میخوای چی کار کنی؟ بایی میرم سراغه خدا مرگم بده. نه نه قاسم همینجا باش تخبر مرگ شما ست بیارم. وایسا در رو باز کن. خدایا حالا اجازه بده یه گیلاس هم واسه تو بریزم که دوتایی با هم صفا خیلی خوب بریم جا خب بخوریم که قمامونو فراموش کنیم. سلامتی شام دیگه ماچه که رد کن بیاد به بچم لب شیرینی شیرین تر از آب حیات. حالا دومو میشم رد کن که تکبیل بشه. آخ جان مثل این که نقشت گرفت. زنده باشی با این کار جونش رو نجات دادی چون برادرش بعد جوری خط نشون واسش کشیده بود. هر خاطر بر دوستان برو بابا جون. من بهت نگفته بودم حق نداری بری تو جشن عروسی حجت. اگه واسه خاطر مهدی این حرفو میزنی دیگه همه چیز تموم شد. یعنی چی؟ تو روز میگفتی دوداش من آدم خوبی و واسه زندگی انتخاب نکرده بودم. باقی فریم خونه خانوم ها آقایون عروس دومات خستن و میخوام بران استراحت کنن. البته با اجازه پدر عروس. امام دست شما. همچنین با اجازه خانوم والده. یه دنیا برکت داری. سلام علیکم. سلام علیک شادومان گل. خوش اومدی صفا بردی بیرم تنها اومدی. نه معصومرم آوردم تو آشپزخونه داره به خاله خانم کمک میکنه. بها ما مثلا شما رو پاگوشا کردیم. معصوم خانم مهمون ماست. مهمون که نماز کار کنه پسر. ای خیالش بابا بذار کار بکنه یاد میگیره. راستی یه چیزی میخواستم بهت بگم جونم. قاسم چند روز واسطه ماسته تراشیده که با ما آشتی کنه. اما من هنوز تصمیمی برای این کار نگرفتم. ببین حجت جون قاسم چند ساله که رفیق ماست. ما با هم نون و نمک ها خوردیم. حالا که خودشو کوچیک کرده و پیش قدم شده تو هم دیگه اینقدر لفتش نده. والا مهدی جون خودت که میدونی اون یه وقتی به معصومه نظر داشته. میترسم باهاش آشتی کنم پاش تو خونه ما باشه یه وقت واسه ما گرفتاری درست کنه. با ما که بچه ای اگه خدا اینا کرده یه روزی روزگاری زنت بگه یکی بهش نظر داره فقط بگه نظر داره به جلال و عظمت این بزرگوار که آدم ناپاک جرأت نداره اسمشو به زبون بیاره با دستای خودم شکمشو جر میدم. حالا هر کی میخواد باشه برو برو با خیال. آخه اون با تو هم میونه شکرابه پس تو هم بیا که ستایی با ماشتی کنه. والا اگه جریان فاتی در میون نبود منم میومدم. اما حالا که روک و راست واس ما پیغون فرستده که خواهرم بهت نمیدم دیگه واسه من افت داره. اما آشتی کردن تو اشکالی نداره حجت جون. خلاف باشه میرم باهاش آشتی میکنم. اما به جون خودت فقط واسه خاطر اینکه قضیه فاتی رو تمومش بکنم قربون تو برم حجت جون. اما ما بمیریم فاتی رو فراموش کن.
بالاخره آورده. علیکم. یاد باشه با تو آشتی. مزید مجلس آشتی کنانه. ببینم چیکار میکنه. این حرفا چیه؟ ما که با هم قهر نبودیم. حالا هرچی بود تموم شد. بشین. بشین صفا کنیم. قربون شما. گارسون. اون غذای سفارشی رو با یه پنج سیر کارش بکن. خب حال مالت چطوره؟ الحمدلله بد نیستی. وقتی دوستان خوب باشن ما هم خوبی. راستش میخواستم امشب آقا میکیرم با خودم بیارم، اما چون دعوتش نکرده بودی چیزی بهش نگفتم. خب میآوردیش طوری نبود؟ اینه که میدونم، منتها دلم میخواست خودت دعوتش میکردی که موضوع فاتح خانومم همینجا حل میکردی. ازت ممنونم که به فکر آبجی ما هستی، اما راستش این کار یه اما توش پیدا شده. چون وقتی اون جریان پیش اومد و آمه که خودش کشید کنار، فن جلاخان صاحب این کافه خواستگار فرستاد، ما هم یه قولی بهش دادی. یعنی خواهرت هم راضی شده؟ راضیش میکنم، مگه جرأت داره؟ و همین سادگی شوهرش میدی؟ و کجای کاری، خواهرم امکان نداره رو حرف مرد بزنه. من این حرفا سرم نمیشه، فاتی مال میتیه، میتی هم مال فاتی. قبول بیشینم نیست. حالا بشین بابا، بیشین بیشین، یه هفته به مولد بده یه کاریش میکنم. بردیم پتی این غذا چطور شو؟ حالا اجازه میدی برم غذا رو بکشم؟ نه یه خود دیگه هم صبر کن، فقط چند دقیقه. نره بابا، ساعت دو و نیمه، قضامون داره ته میگیری. نکنه تو راه که داشتی میومدی یه چیزی خوردی شکمتو سیر کردی؟ نه خیر، چیزی نخوردم، منتظر آقا میکی هم. حالا شیفم شد؟ خب اینو از اول میگفتی که من بی خودی سفره نندازم. من که نمیدونستم امروزم نهار آقا مهدی مهمون ماست. آقا مهدی مهمون ما نیست، صاحب خونه است. دیگه همین کلمه رو به زبون نیار. آه چشم. یا لا اومد، حالا برو غذا رو بیار ببینم. صاحب خونه کجایی؟ سلام علیکم. خوش آمده چاکم. خربانه بفرمی چی بود داد میزدی؟ صدا تا هفت خونون برترا میرسی. چیزی نبود مللش. آخه تو مثلا تازه دومادی مرد، تو ماه اصلی این کار زشته. والا بعضی وقتا مثل که لازم آدم یه ریز صداشو بلند کنه تا طرف بفهمه اومده خونه شوهر. های پدر سوخته. ده پچی شد این قضا چقدر لفت. اومدم بابا اومدم. سلام آقا میتی. به به سلام علیک عروس خانم گل. ببینم باز چی کار کردی که شوهرتو عصبانی کردی؟ نمیدونم والا، از خودش بپرس. خلاصه دفعه آخرتون باشه ها. خب ببینم تو خونت دوامه ها پیده میشه؟ معلومه که پیده میشه، داشتم میومدم سر راه خریدم. تو یخچاله، برو برشتار بیار. آخه روز که وقت عرق خوردن نیست. بفرما، اون وقت تو میگی صدا تو بلند نکن. خیلی خب بابا، حالا یه چیزی گفت هم انقدر لفتش نده. برو آبچی، برو. خب از بزم دیشب چه خبر؟ بد نبود، با قاسم آشتی کردیم، اما راستش دماغ از اونجا بیرون اومدم. دماغ؟ واسه این چی؟ موضوع عروسی تو و فاتی رو پیش کشیدم، گفت قولشو به فرج الله خان دادم. البته یه هفته ازم وقت خواست که فرج الله رو ردش بکنه، اما هنوز حرفه. میدونی که رو حرفای قاسم نمیشه حساب کرد. بی خیالش بچه ای. اشتباه میکنی میتی جون، بالاخره تو باس با قاسم آشتی کنی تا عروسی تو سر بگیره. این حرفا چیه میزنی؟ دست از منو بکش. خب برو بالا بینم. نه تو بخور، من روز مشروب نمی کنم. تو که عرق به این مزه نمیده. آخه داره سوک میزنه. نه ترس، معصومه خانوم ناراحت نمیشه. درست معصومه خانوم. حالا بخور. مرض من اینه که اگه روز لب به مشروب بزنم باز تا آخر شب یه روان درق بخورم. خب تو آخر شب یه روان میخوریم، چه مانعی داره؟ سلامتی. سلامتی. کمتر زن دو زفه ایمانه. آخ منم
زنت خوابه. باز یواشتر داد بزنیم که زودتر بیدار میشه. من و جای دستباری گاب دفعه جلد. آخ واسه من نریز آمد ولو شدم دیگه ما رو باشی اومدی تو رو برسونیم خونه. آره تو نبودی ما که اینجا بودیم. راستی خوش این اتاق خوابه. من کجا گذاشتم؟ باشی چه بغلت برازم خلقا تو برو به خواب سنه تا بگو که میتی باید شد که من سر شب بیام خونه. باش ما هم رفتیم به سر خوب خدا بای میدارم بله برم خونه بخوابم کپل لالا. نه رفی برو تو اتاق خواب ما بگی بخواب اتاق میمون خونه. میمون خونه اونجا اونجاست. آخه خاله بیچاره من خونجه تنهاست. اقلا بده با یه شب بریم خونه خاله. یه زن آقایی که دالت تهلا بوده چی تو شدی ها؟ برو باگی بخواب بزن برو چی شد؟ در این اتاق انقدر زب شده. این در دیفار در دیفار در اتاق اینه. خوش اومدی به سلامت. چه خوابی رفته جایستم جو خواستم خوشکلم خوشکلم سلام بعد از شرله قره. آخه حالا وقت خونه اومدنه؟ والا گرفتاری داشتم عرض دارم هم تو و سرد تو گرفتاری داشتی ها؟ یک گرفتاری نشونت بدم که خودت حس کنی. همه که گفتم من که سردر نمیرم. سلام مادر. سلام مادر جون. چی شده؟ ببینین دختره چی میگه؟ حرف حسابش چیه؟ تو مثلا تازه عروسی، هنوز ده روز نیست رفتی خونه شوهر. معنی نداره که عروس از خونه شوهر قهر کنه و بیاد خونه پدره. دیدی چه خاکی به سرم شد؟ خدایا خودت کمکم کن. بیا بشین ببینم چی شده. بیا اینجا ببینم مادر جون. چه اتفاقی افتاده ها؟ من دیگه پامو تو خونه حجت نمیذارم که نمیذارم. برای چی؟ اولا که آقا مهدی روز و شب تو خونه ماست، مرتبم تو کار من دخالت میکنه، انگار مادر شوهر منه. دوم از اون حجت افتاده به عرق خوری، هر شب مست میاد خونه، باعث و بانیشم آقا مهدیه. تازه لا. از اینا گذشته، اینقدر که حجت مهدی رو دوست داره من رو دوست نداره. تو درست میگی مادر جون، من حرفاتو قبول دارم، ولی به قول ما قدیمیا زن با لباس عروسی میره خونه شوهر با کفن برمیگرده. بلند شو برو جونم، بلند شو برونم دیگه، بدون شوهرت پاتو تو خونه نه نذاری ها. دی بلند شو برو دیگه، الان بابات میاد ناراحت میشه. برو قربونش برم. برو مادر جون، خدایا خودت همه کارا رو اصلاح کن. معصومه معصومه میکی پاشو با لنگ زوره. یعنی چی کجا رفتن اینا؟ معصومه تو اول صبحی کجا رفتن؟ خونه مامانم. من خیال کردم میتیالش به هم خورده بردیش دکتر. نه خیر، رفته بودم که دیگه بر نگردم، اما مامانم نذاش. حالا هم اومدم که حرف آخرمو باهات بزنم. خب بگو اینه مرفه آخره چی هست؟ من از مرد عرق خورا البات بدم میاد. به خداوندی خدا اگه یه دفعه دیگه لب به عرق بزنی یا واسه همیشه میذارم از خونت میرم و دیگه پشت سرم هم نگاه نمی کنم. ببینم دیگه جرات داری بری عرق خوری؟ خیلی خب باشه، فکرام میکنم بعد بهت میگم. فعلا برو سونه رو بردی بیا که خیلی گشتم. برو من البات بدم.
حالا دلواپس نباش، هر چه باشه الان دیگه پیداش میشه. شما امروز اصلا ندیدینش؟ نه، راستش ما امروز کامیونو برده بودیم انبار بار بزنیم که فردا حرکت کنیم، این شد که حجت رو ندیدیم. ببینم نکنه با صوبی عصبانیش کرده باشی ها؟ نه اتفاقا امروز خیلی عادی رفت بیرون. به من دروغ نگو پدر سوخته. نه به خود دروغم چیه؟ سلام علیکم. سلام. اوخ جون عرق آوردین جون، با داد گیلت فرده به رنم. باز شروع شد، من نمیتونم نمیتونم. من درک کنم اتونه. یه قلوب بریم بالا ببینیم دنیا دست کیه. نفهمیدم چطور شد تا زنت رفت بیرون مسیتم پریش. یواشتر، خودم رو زده بودم به مسی که محسومه بفهمه ما بیری نیستیم که از این بادا بلرزیم. دیگه چی شده؟ چی بگم، خبر نداری. صبح خانم قهر کرده بود رفته بود خونه باباش، اما بابا ننش توپیدن بهش رو ردش کردن. خلاصه برگشت خونه، اما عوض عذرخواهی واسه همون شاخشونه کشید که اگه لب به عرق زدی نزدی. ما هم دیدیم اگه از پالا بخواییم افسارمونه بدیم دستش، اوزامو پاک بیریخ میشه. این بود که جات خالی بلند شدیم رفتیم بارو، با اینکه اصلا حالش نداشتیم یه دامی به خمره زدیم. خوب کاری نکردی. چرا؟ پسر خوب زن تو که با تو دشمنی نداره، اگرم چیزی میگه از راه دلسوزی میگه. دلش نمیخواد فردا شوهرش دائم الخم از کار دراد و مثل بعضی ها اسباب خنده و تفریح دوست و دشمن بشه. خب دیگه ما رفتیم، خدا حافظ. حالا چرا بلند شدی؟ من صبح راییم، زودتر برم بهتره. حالا بشین یه لبی تر کنیم بعد. نه دیگه فراموش کن، مشروب بی مشروب، با زنت هم بی خودی لج بازی نکن. بلند شو، بلند شو، برو جلو. آبجی ممکنه خواب باشه، ما صبح رایی هستیم، تا یه هفته دیگه خداحافظ. برو تو، برو تو. خداحافظ. محسوم جون، یعنی تو خوابی شیطون؟ میدونم که با هم قهری، اما یه خبری واسه تو بردم که اگه بهت بگم تو میشی بشکم میزنی. چشاتو بکن خوشگله، بکن چشای نام به تو بچه. میدونم که بیداری بردم. حضیتم نکن. امروز پیش وکیلم بودم. پیش وکیل برای چی؟ واسه دعوایی که سر ارثیه بابام با عموم دارم. حواست کجاست دختر؟ خب وکیل چی گفت؟ گفت یه عالمه مدرش پدرش به نفع من جمع کرده، روز دادگاه من برندم. خدا کنه. اگه ایشالله من برنده بشم که میدونم میشم، کارمسترا و آسیاب و باغ انگور و خلاصه همه رو میفروشم و با پولش یه خونه خوشگل درست میکنم که از خونه بدوشی راحت بشیم و بریم توش زندگی بکنیم. چه جور خونه ای میخوای بسازی؟ یه خونه خوشگل نقلی که یه حیات تر تمیز داشته باشه، تا به امید خدا بچه هم راحت توش بازی بکنم. یه حوض قشنگم واسه حیات میسازیم که توش یه عالمه ماهی قرمز باشه که بچه ها رو سرگرم کنه. تو اصلا به فکر بابا و مامان من نیستی ها، انگار اونا رو به کلی فراموش کردی. آره راست میگی. ببین چی میگم، خونه رو دو طبقه میسازیم که طبقه دوم بری به اونا توی زندگی بکنم. باشه؟ آره اینجوری خیلی خوبه. زحمت کشیدی معصومه جون؟ چه زحمتی؟ من اومدم یه خبری بهت بدم و برم. خوش خبر باشی؟ نه اتفاقا خبر خوشی نیست، ولی من وظیفمه که بگم و روشنت کنم. خب بگو ببینم. از من میشنوی بیشتر هوای شوهرتو داشته باش معصومه. شوهرم؟ چطور؟ دیشب تو بار پیش اون زنی که یه هر جایی دیدنش عاطفه رو میگم. ولی دیشب که حجه چرا یه خورده دیر اومد؟ تازه یه چیز دیگه، وقتی اومد خونه مستم بود. یعنی ممکنه حجت به من خیانت کنه؟ چرا ممکنه؟ ساخه من که بی خود بهت نمیگم معصومه جون. اصلا بذار رو کراس بهت بگم، کسی که این خبر رو داد داداشم بود، اون که به من دروغ نمیگه. پس بگو چرا هر شب مست میاد خونه؟ آقا زیر سرش بلند شده. باز چارچشمی مواظب به شوهرت باشی، وگرنه از چنگت میره. خلاصه از من گفتن، دیگه خودت میدونی. خب خواهر جون من باید برم. حالا چرا به این زودی؟ نه باید زودتر برم، چون اگه داداشم بفهمه تنها اومدم بیرون ناراحت میشه. خیلی خوب. خب دیگه با اجازه من رفتم، خدافظ.
به سلامت فاتی جون، ازت ممنونم که زحمت کشیدی تا اینجا اومد. اختیار داری، وظیفم بود. بازم بهت میگم مواظب شوهرت باش، وگرنه کار دستت میده ها. میدونم چی کار کنم، بذارم شب دیگه برسه خونه. قربونتون. به سلامت، خوش اومدی. سلام. سلام، فرمایشی داشتین؟ حجت خونه است؟ نه خیر، تشریف ندارن، شما که باید بهتر بدونی. خب حالا که نیستش میخوام بیام تو چند کلمه باهات حرف بزنم، اجازه هست؟ بفرمایید. متشکرم. بفرمایید. مرسی. خب چه عجب از این برا؟ علت این که مزاحم شدم اینه که اومدم بهت بگم بیشتر مواظب شوهرت باشی، چون دیشب اومده بود بار پیش من. اینو میدونم، کار هر شبشه. نه، هر کی بهت گفته دروغ گفته. از شب عروسیتون به بعد من فقط دیشب اونو دیدم. حالا همون دیشب اصلا اومده بود چی کار؟ از دستتو ناراحت بود، نشست عرق خوردن، بعدش هم واسه من درد دل کرد. خواهر جون، تو داری دستی دستی شوهرت از خونه فراری میدی. ایوا، مگه من چی کار کردم؟ از حرف من ناراحت نشو، هرچی باشه من چند سال با حجت زندگی کردم، بیشتر از تو با اخلاقش آشنا. بله، اینو که میدونستم. تو خانوم خوشگل و نجیب و مهربونی هستی، ولی تجربه نداری. من میخوام چیزایی رو که به درد تو میخوره در اختیارت بذارم. ببین عزیز جون، تو زندگی یه چیزای کوچیکی هست که شاید برای تو بی اهمیت باشه، اما واسه شوهرت خیلی مهمه. مثلا اگه یکی برای شوهرت تعیین تکلیف بکنه که فلان کارو بکنه فلان کارو نکن، ناراحت میشه. میدونی تو وقتی به شوهرت میگی عرق نخور، اون یواشکی میره بیرون میخوره. جای عرق خوردنم کجاست؟ یا بار یا کافه. اینجور جا هم که پر از زنای بدکار است که چشمشون دنبال مردایی مثل شوهر توئه. بیا عزیزم، خیلی خوشحالم. به سلام. سلام علیکم. بح سلام علیک. سلام، چطوری آقا؟ خب چه عجب، یادی از ما کردین این طرفا؟ راستش امشب با چند تا بچه‌ها قرار گذاشتیم بریم کافه ساز نربی. دیدیم بی حجت خان هیچ جور صفا نداره. اومدیم ولت داریم بریم. میدونی چیه؟ من امشب حواس کردم توی دکه عرق بخورم. باشه، میریم دکه، همه جوره نوکرتم. آره، اول میریم توی دکه خودمون میسازیم، بعد میریم کافه. ببینم ساعت چیه. اولش کن بریم دیگه، شب دیگه. ای دردار من بریم، بفرم. ای بچه خواهم. الو. سلام عزیزم. سلام، مال چطوره؟ خوبه، خوبم. هیچ وقت به اندازه امشب خوشحال نبودم. الحمدلله، خدا رو سر زار مرتبه شد، ما هم به خوشی تو خوشیم. خب بگوینم کاری داشتی؟ آره، میخواستم بهت بگم امشب هیچ جا حق نداری بری، چون شام مفصلی برای تهیه دیدم. پس مشروب چی؟ شام خشک خالی که فایده نداره. حواست کجاست؟ اون چند شیشه مشروب که دیشب آقا مهتی آورده بود همینجور دست نخورده اینجاست، میتونی همش رو بخوری. نفهمیدم، یعنی تو موافقت میکنی که من تو خونه مشروب بخورم؟ البته که میکنم، چرا که نکنم. تو زودتر بیا خونه، ببین چه برنامه ای واسه دارم. ببینم، منظورت برنامه بعد از شامه. ای شیطون، تو همه چیزو که نمیشه از پشت تلفن گفت، مزدش میره. عوض این حرفا زودتر را بیفته عزیزم. باشه، اومدم. خدافظ. قاسم آقا جون، برنامه امشب باشه واسه یه شب دیگه. امشب من یه گرفتاری اخلاقی دارم. نمیشه یه کاریش بکنی؟ نه باشه یه شب دیگه، وقت بسیاره. آره جونم. جون تو خیلی دوست داشتم با هم صفا بکنم. قربون تو، خیلی متشکرم. یا علی، نیازت زیان. قربون شما. Thank you.
سلام بهتون. ما علیکم ببخشید. ایوا شما اومدین آقا مهتی؟ والا نشو که امروز به شاگردم رفت کامیون از گاراژ بیاره بیرون، انداخت تو چوب، اسموس و سگس و خلاص همشو داغون کرد. ما هم دیگه موندگار شدیم. دیدیم اگه یه شب نایم اینجا شماها ناراحت بشی. تا حجت گفت بفرمایید. آره من راش انداختم. خیلی لطف کردین ولی اصلا فکر نمی‌کردم که امشبم بیاین. با اختیار داریم. ما نمک پرورده ایم خانم. اینجا خونه امید ماست. یاهو. خب معصوم جون دیگه چی داریم؟ زود ورد ببینم. بله هر چی هست ورد. چی شو نفهمیدم؟ این عرقا چیه؟ کجای کاری؟ عرقای دیشبیه خودته. در زم امشب معصوم خانم خودشون اجازه فرمودن ما مشروب بخوریم. نه دیگه ما توی این خونه مشروب بخور نیستیم. نه دیگه. مگه جرأت داری بگی بخور؟ مگه میذاری تو؟ با اجازه ما داریم میخوریم. ببخشید. سلامتی. سلامتی. معذرت میخوام آقا مهتی، میخواستم یه سوالی بکنم. خواهش میشه. این تعمیر کامیون چقدر طول میکشه؟ والا همین دو سه روزه تموم میشه، اما راستش خیال دارم بعد از تعمیر به فروشمش، چون دیگه بیابون رفتن و بیخوابی خسته شدم. کامیونو که فروختم ایشالا دیگه هر شب دوره همین. اصلا جون ببین داشم چقدر ما رو دوست داره که میخواد همیشه پیش ما باشه. بله لطف دارن ایشون. سلامتی. هنو بیداری معصومه؟ میبینی که بیدارم. آخه تو که نمیخواستی بخوابی چرا زود پیش ما رفتی؟ خب نشسته بودی اونجا. والا چی بگم، صلاح نبود. صلاح نبود؟ منظور چیه؟ دیگه گرفتاری من همینه، هرچی میخوام منظورمو به زبون بی زبونی حالیت کنم نمیشه. واضحتن حرف بزن، چی رو حالیم نمیشه؟ آخه من چی بگم، شرمم میاد. که حرف بزن زن، تو که جون منو بالا بردی. آقا مهتی به من نظر داری، خوشت اومد؟ اون چیزی رو که انتظار داشتی شنیدی یا دوباره بگم؟ یه ساعت وقت منو گرفتی که همینو به هم بگی. آخه زن مهدی کسی نیست که این وقت بابش به چسب دیوونه. منو باش که خیال میکردم تا موضوع بهت بگم رابطه تو باش قطع میکنی و دیگه توی این خونه راش نمیدی. تو خیالات برات داشته زن، تو داری هزیون میگی. بگی بخواب، بگی بخواب، دیگم از این حرفان نزن. بگی بخواب. خیلی خوب میخوابم. من وظیفه داشتم بهت بگم که گفتم، حالا دیگه خودت میدونی. حجت، حجت، خواب یا بیدار؟ صبح خیر. صبح بخیر. اگه صبحونه میخوری تو آشپزخونه تخمر هست، میتونی خودت درست کنی صبحونتو بخوری. نه اشتها ندارم، سرم هم درد میکنه. میرم گاراژ بالا سر میکانیک بایستم که ماشین رو تعمیر کنه. شب کجا هم دیگر رو ببینی؟ والا ما امشب خونه پدر معصومه هستیم. باشه پس فردا هم دیگر رو میبینیم خوبه؟ فکر نمی کنم، فعلا یه 7-8 روزی اونجا میمونیم. خدانی، ولی از من به تو نصیحت، اگه تو خونه زندگی خودت باشی، هرچه قربت همیشه محفوظه. حالا ببینیم چه تو میشه. ببینم، مثل اینکه ناراحتی. نه نه، چیز نیست.
باشه، ما رفتیم، خداحافظ. به سلامت. مرتی که عوضی معصومه، معصومه کتو منو بردار بیار. آوردیش، بدش به من. بریم را بیفریم. سلام علیکم. سلام پسرم، چه عجب این طرف. سلام. سلام معصومه جون. سلام. دستش معصومه، دلش تنگ شده بود اومدیم شما رو بیدیم. بدنتون رو چشم، اما چرا با چمدون مثل که ناراحتی؟ والا چی بگم خانم، ما هرچی میکشیم و دست رفیق ناباب میکشیم. فهمیدم مادر، خدا شاهد به جون همین یه دونه بچم، چند دفعه خواستم بهت بگم که آقا مهدی عصبانیه. تو که زن جوون داری پسر جون، اینقدر نذار بیاد تو خونت. آخه پنبه آتیشی که نمیشه یه جا نگه داشت. اما راستش فکر کردم شاید بدت بیاد. خب حالا بگو ببینم چی کار کردی؟ نکنی نصف شبی رفته سر وقت مسئله؟ نه الحمدلله کار به اونجا نکشید، اگرم می خدا رو شک. ولی چرا اینجا وایسادیم؟ بریم تو. من میرم خونه اگه کاری داشته. خیلی خوب مادر جون، بریم تو. برو بالا. به سلامت. گرفتار شدیم اما خیلی بد شد، فاتی اینجا بود و حرفای ما رو شنید. آره مادر، کاش جلو اون این حرفا رو پیش نمی‌کشید. حالا ممکنه بره به داداشش هم بگه. خب من میرم گاراژ، کاری نداری؟ نه عزیزم، فقط شب یه خورده زودتر. خیلی خوب، راستی گوش کن. ها. ممکنه یه وقت مهدی بیاد اینجا سراغ منو بگیره. اگه اومد محلش نذاری یا چیزی بهش نگی ها. چشم. فعلا خداحافظ. خدا خدا سپردم پسرم، به سلامت. پیش بینی من خوشت اومد؟ آره حق با تو بود. همه جوره عشق کردی؟ خیلی تو نمید. این شد، این درسته. اونجا رو باش. دارم به به. سلام علیکم حاجت خانه گو. سلام. سلام علیکم. سلام علیکم. خوب شد دیدمه. کتاب یه الان که داشتم از خونه می اومدم، جریان بدذاتی میتی رو آبجین واسم تعریف کرد. به جون حاجت خانه باشه، به جون این قلومی خیلی ناراحت شدم. خب دیگه چه میشه کرد؟ به بعضی که آدم زیادی اعتماد میکنه نتیجهش این میشه. علوم که جریان شناف میگه اگه حجت خان زیر دین میتی نبود همون دیشب کاردیش میکرد، نمیذاره شب به صبح برسونه تا بفهمه دنبال ناموس کسی افتادن سزاش چیه. دیدم درست هم میگه، اگه موضوع بدهکاری نبود بعد صورت دیگه پیدا میکرد. حالا ببینم اگه پول مول میخوای تو حساب من هستا میتونم بهت بدم. نه متشکرم، صاحب کارمون هفته دیگه از مسافرت برمیگرده، ازش میگیرم. با بابا صاحب کار یه غریبه است، من و تو با هم دوستیم. کارمون دستی کرد ببینم. نه نه غلام نمیخواد، همانقدر که لطف کردی و میخوای بهم پول بدی ازت ممنونم. خداحافظ. حجت خان حالا چرا پیاده؟ بیا اقلکن تو دم گاراژ برسونم. نه تو ماشین قلبم میگیره، میخوام پیاده برم. عزت زیر پس شب هم دیگر رو میبینیم. ایشان قربون تو نفهمیدم چرا حاضر نشد پولی بگیره. زب کن، ما یه شیش ماه به دنیا آمدی، من یه کاری میکنم که قبول کنه. بذار اهل محل موضوع رو بفهمن، خودش میاد پول میگیره یا کاکام میگه. حاجت قصد سلام علیکم. سلام علیکم جون. میگم آه عجب داره زمونه شده، والا آدم به دوتا چشماش هم نمیتونه اعتماد کنه. چطور مگه چیزی شده؟ حواست کجاست؟ منظورم که کسافتکاری مهدی بلنده است، اونم بعد از یه عمر رفاقت و نون و نمک خوردن. نفهمیدم مگه مهدی چیکار کرده؟ نه بابا کجای کاری، خبرش تو محل پخش شده، همه میدونن. یواش لپر نزنه مواظبم. حجت خان سلام. علیکم سر جون. شرفتم سر یه جریان ناموسی با آقا مهدی دعواتون شده. چی این حرفو زده؟ یه شیر پاک خورده، اصلا تو محل همه میدونن. خب اگه میدونی دیگه چرا از من میپرسی؟ پس حقیقت داره. البته که حقیقت داره. بیزارو کنیم Thank you.
اعتیاد کن. خب خانم جون، خداحافظ شما، ایشالله که میبخشین. چرا به این زودی؟ یه چند روز دیگه هم میموندیم. نه دیگه، ما که نمیتونیم تا آخر عمرمون پیش شما باشیم. از آقا میز اسماعیل هم خداحافظی بکنم. چشم، خود سلامت دخترم، خوش اومدی. مرمت شما زیاد. به سلامت، خدا نگهدارتون باشه. خدا. اگر که شنفتم یکی 100,000 تومن یکی طلبکاره، چند شب پیش میخواسته نزولش جنسی وصول کنه اما نشده. ای کاش ما 100,000 تومن داشتیم، میدادیم دست یکی، طرف اجیر خودمون میشدیم. تو برو خونه، من الان بیا بریم. بلشون کن، سر به سرشون نذار، اینا چه آدم نیستن. بیا بیا بریم، بریم دیگه. بخواب. خب من میرم گاراژ. مواظب به خودت باش. خیلی خوب باش. کاری نداری؟ نه، فقط شب زودتر بیا خونه. باشه باشه، فعلا خدا حافظ. خدا حافظ. یه تلفن با شما کار داره. چی؟ نمیدونم والا، خوشو معرفی نکرد. الو، شنفتیم که مهدی رفیق جونجونیتون تو خونه شیرین کاشتن و شما هم هیچی بهش نگفتین. صحت داره؟ چه مردی که یه عوضیه که مردی خودتو معرفی کن. بهش بده کاری، چی نگفتی ازش ترسیدی؟ سلام عمو جون. علیکه سلام. دیگه چیه؟ اگه اومدی تاریخ روز دادگاهو بهم بدی خودم میدونم. 15 روز دیگه هست. نه نه، اومدم یه پیشنهادی بهتون بکنم. برای شنیدنش حاضرم. بگو ببینم چی میخوای بگی. من اگه بنویسم حقی به ارث بابام ندارم، 100,000 تومن پول بهم میدی؟ والا باشه، سند محضری میدم. بفرمایید بریم. بریم. بگی با محمد اون تکو بزن تلفانه. هنده هنده اینکه خوش برو ماچار دورو برد بیار. کار تعمیرش نمومشه میفروشمش. به به آقا حجت گل، چه عجب یادی از ما کردی پسر. این 100,000 تومن پوله، بشمار ببین درسته؟ ما بحث پول نداشتیم، اگه کسی چیزی بهت گفته فکر میکنم دیگه حسابی با هم نداشته باشیم، درسته؟ اصلا فلم نداشتیم، این حرفا چیه میسنی؟ چه؟ کار میکنیم؟ واسه چی میسنیم؟ جا با پام پام جا واسه چی میسنیم مرد؟ باره خدا رو شکر کن که یه عمر با هم نونه نمش خوردیم، وگرنه همینجا به خدا قسم میکشتنت. بابا اگه چیزی شده به من بگو، من بفهمیم. تو حتی لیاقت اونو نداری که آدم با چهار تو کلم حرف بزنه. عوضی یعنی چه؟ ای سب کو اینا باشتر دخالت میکنی باز بچه باز میگه باز مده بری سر کارتون. ببینم ببینم یک کلمه هم حرف نزد که بفهمی ناراحتیش از چیه. والا نه، فقط میدونم یه مش بعد بیرون سارمو کرد و آخر سرم گفت و لیاقت نداری که آدم جواب تو رو بده. حتما معصومه میدونه، کاش میرفتی از اون میپرسیدی، اون حتما خبر داره. من سی سو حاضر نمیشم برم اگه یه زن چیز بپرسم. راستی یه چیزی یادم اومد، به عقیده من این کار از حجت بعیده، نکنه درباره زنش نسبت به تو مشکوک شده باشه. من کاری نکردم که مشکوک شده باشه. فقط یه چیز ممکنه، اونم اینه که قاسم درباره پولی که ما به حجت داده بودیم یه چیزایی گفته باشه. پاتی این کتا چطور شد؟ حاضری داداش؟ الان میارم. سلام علیکم. بعد سلام علیکم. ببشین بی بخوا. خب چی کار کردی؟ قربون تو
والا اون پولی رو که گفته بودی بهش دادم، باقیش هم قرار شد بعداً بهش بدیم، یعنی وقتی که کار تموم شد. خب چه میرسه در وقتشون؟ فکر کنم الان رفته باشه سراغ مهدی، از اونجا میره پیش حجت. خلاصه برابر خوب چیری واسهشون. فکر کنم حیوانی معصومه بیشوار بمونه. آره تا یه صدی مهدی حجت میزنه به تیپم، یکی اون یکی رو میکشه، خودش هم میره گفتا. دولش برو برو. بعد جنس متقلبی که توش شده بودی؟ آخه چرا داداش مهدی و حجت چه ایزومه تره بهت فروختن که داری تیشه به ریشه شون میزنی؟ این خوزیالتی تو چت شده قاسم؟ باز که افتادی به جون بچه هم؟ از دختر بر پریدت بپرس، برو ببینم. بیا آقا مهدی بجون بجون. چیه چی شده؟ حجت خان مست کرده رفته خونه زنشو بکشه. زنشو بکشه واسه چی؟ والا چی بگم، مثل این که درباره زنش یه چیزایی بهش گفتن. ببینم نفهمیدی کدوم خونه را؟ خونه خودشون. من میرم سود برمی کنم. باشه حجت خان را بیافت. چه خبر شده؟ آقا مهدی تو عالم مسی زد سرش که بدنوم شدم تا به مراد دلم نرسم دست فردا نیستم. یعنی رفت خونه ما؟ آره آره با پای خودش به قتل دارم. معصومه؟ آره. نگاه کن خوب گوش کن چی میگم. یه چیزی بهت میگم نترسی ها. مهدی را افتاده اومده طرف خونه که به خیال خودش تو رو تنها گیر بیاره، یه بلایی سرت بیاره. چی داری میگی؟ یعنی ممکنه مهدی این کارو بکنه؟ آره این خبر رو شاگردش به هم داده. تا پاش به خونه نرسیده چادرتو سرت کن بره خونه مادرت. من الان میام خدمت این آقا مهدی برسم. باشه خداحافظ. چشاتو باز کن ببینم. معصومه حجت حجت من اینجا ناوچست باشو بیدم چی کاری کنی؟ حجت باز کن یعنی چه چه کار داری میکنی ها؟ بزرم میکنم باز کنم حجت چی شده؟ چرا میزنی؟ میکنم جونت رو میگیرم. چیت شده معصومه؟ ببینم خبری خدا مجبورم کردی اونجا به خدا و بندی خدا اگه نگی چی شده میکشه به نامانده بی معرفت ما رو تو محل سر شکسته کردی. تازه میپرسی چی شده؟ من سر شکسته کردم؟ برای چی؟ یعنی تو نمیدونی نامرد؟ فاش نده حرف بزن آجاد حرف بزن. که به ناموس رفیقش و ناموس نزدیکترین رفیقش نظر داشته باشه لیاقت اونو نداره که آدم باش حرف بزنه. من به زن تو نظر دارم؟ چی اینو به تو گفته؟ زنم اون همه چیزو واسه من تعریف کرد. زنت گفته؟ نه خودتی مزدرنهای خدا دست میگه من هرچی
دروغ گفتم. چی گفتی؟ مادرم یه روز به من گفت اگه میخوای آقا مهدی از زندگیت بره بیرون به شوهرت بگو اون به من نظر داره. منم گول خوردم اومدم بهت گفتم. با غلط کردی زن بی صفت. نه حجات، نه اون مقصر نیست، اون تو را زیادی دوست داره، خواست با این حرف من از زندگیتون برم بیرون. تو با همه وجودت مال اون باشی. چرا وایسادین بر رو بر منه نگاه میکنین؟ تلفن کنین آمبولانسی دکتر چیزی بیا. خب مهدی جون اون عقلش نمیرسی، تو چرا این کارو کردی؟ اگه یادت باشه من یه روز برات قسم خوردم و گفتم اگه زنت بگه کسی به من نظر داره من اون آدمو نابودش میکنم. حالا این کاری کردم. میدونی حاجت اصلا من تو شما زیادی بودم، باید میرفتم. دلم میخواد اگه فاتیره دیدی بهش بگی من هیچ وقت به تو خیانت نکردم. اگه روز عروسی چیزی دیدی زختگی بود. بیا حاجت این اون نامه معذریه که به عمو داده بودی، وقتی پول آوردی بهم دادی، فهمیدم که آتی خود تو معصومه رو به خاطر 100,000 تومن پول از بین برده. این بود که رفتم سراغ عمود، مجبورش کردم که سند رو باطل کنه. حالم خوشحالم. مهدی جون تو که انقدر خوبی، تو که انقدر مهربونی، چرا بس کردی گفتی من میرم سر وقت معصومه؟ کی اینو بهت گفت؟ شاگرد خوده اومد به من گفت اومدی زن تو بکشی. من اومدم جلو این کارو بگیرم. یا الهی فکر میکنی این کارا زیر سر کی باشه؟ زیر سر داداش منه. درست کار قاسمه. تمام این کارا و هو کردن من تو محل زیر سر اونه. آقا مهدی گرچه من با کارایی که از تو دیدم و حرفی که درباره تو شنیدم دیگه ازت متنفر شده بودم، اما دلم نمیخواست اینطور بشه. مهم نیست فاتی چون، مهم نیست. آمبولانس اومد، بچه بلنش رو کمکش کن. یا آمان بگو یا علی. یا علی موازه باش. ایبا دخترم کجا گذاشتی رفتی؟ داره با کمینه. ایبا خدا مرگم بده وایسیم ببینم چه خبر شده، کجا داری میری؟ بخبرش چی شده آخه، چه خاکی به سر من شده؟ برو سوار شو. خدا مرگم بده چطور شده مادر؟ چه اتفاقی افتاده؟ ببندش برو بیمارستا، منم الان میام. میخوای بری سر وقت قاسم؟ گفتم سوار شو من الان میام. برو بالا، برو زود باش. برو بعد جناب آجت خان بفرما تو.
یه شب اومدی خونه ما، گفتی حجت داره از دستت میره، اما من هیچ عکس العملی نشون ندادم. میدونی چرا؟ برای اینکه نخواستم یه دختر بیگناه دیگم مثل من به دست تو بدبخت بشه، وگرنه من حجت رو از جون خودمم بیشتر دوست داشتم. من حتی یه ساعت نمیتونستم دوری اونو تحمل کنم، امکان نداشت راضی بشم که اون از من جدا بشه. میدونی قاسم، من سالها بود انتظار یه همچین شبی رو میکشیدم، اما وجود حجت مانع از این بود که فکرم رو عملی کنم. تا اینکه حجت از زندگیم رفت بیرون و منو برای تصمیمی که داشتم آماده کرد. و حالا خوشحالم که بالاخره به آرزوی خودم رسیدم. شاید کار درستی نکرده باشم، اما ترسیدم این کار به دست تو صورت بگیره و خدایی نکرده زندگی تو معصومه به هم بخوره.